در این قسمت از چرخه استبداد از گسل‌های اجتماعی خواهیم گفت. به دشواری می‌توان درباره این موضوع که کدام یک از گسل‌های موجود در جامعه ایران که آن را به مجمع الجزایر سیاسی و اجتماعی رو به گسیختگی از هم پیش می‌راند، بزرگتر، با اهمیت‌تر و اثرش در آینده کشور ما بیشتر است، سخن گفت. بیگمان هر کدام از 5 گسل یاد شده در مباحث قبل خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند. برای بررسی پدیده‌های پیچیده‌ای مانند این گسل‌ها ابتدا باید بر سر تعریف آنها به توافق رسید و سپس این پدیده‌ها را به رسمیت شناخت. دلایل تاریخی، سیاسی و اجتماعی به وجود آمدن و گسترش و تعمیق آنها را بررسی نمود و در نهایت مدیریت و راه حل جامعه شناسانه در جهت بهبود و التیام جامعه ایران در کلیت خود برای عبور از موزلهای به وجود آمده در اثر تعمیق چنین گسلهایی را پیدا کرده و یا پیشنهاد داد. بی تردید این راه از مسیر بحثهای بی حاصل اقناعی و یا تاریخی یک جانبه از سوی هر یک از دو سوی این گسلها نمی گذرد. به رسمیت شناختن وجود این گسل‌ها کوشش در مجابسازی طرف مقابل را به کوشش در پیدا کردن راه حل مورد قبول اکثریت طرفین گسل‌ها تبدیل می‌کند. هر نظام سیاسی معمولی پایداری خود را در مقبولیت و کارآمدی خود می‌داند. اما نظام سیاسی حاکم بر ایران همه این امتیازات را مدت هاست از دست داده و فقط برای ماندگاری به سرکوب مردم و انکار خواسته های آنان بسنده کرده است. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار را ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلفه، بعضی ها اون رو لازم و واجب میدونن، بعضی ها مضر میدونن. بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. من این رو گفتم، حمایتم میکنم. سران قوان نشستن با پشتوانه کارشناسی تصمیم برای کشور بگیرن. هر دو سوی این گسل‌ها اکنون رو در روی نظام ایستادند، ولی از آنجا که به هم نیز کمتر اطمینان دارند نمی‌توانند به هم وصل شده و امواج پراکنده خود را به دریای خروشان اعتراضات و اعتصابات سراسری تبدیل کنند. در جامعه امروز ما بی‌اعتمادی همه افراد نسبت به یکدیگر چون خوره‌ای به جان جامعه افتاده است. این بی‌اعتمادی در سطح فردی بسیار مسئله آفرین است. شاید بزرگترین سرمایه اجتماعی یک جامعه همان اعتماد مقابل افراد به یکدیگر است که امروز وجود ندارد. ما متاسفانه در حد زیادی از این سرمایه اجتماعی محروم می‌باشیم. این بی‌اعتمادی را نظام و عواملش نیز دامن می‌زنند تا جامعه نتواند به هم متکی و متصل شود. آنها از نیروی حاصل از اعتماد اجتماعی به شدت هراسانند، زیرا خارج از اراده و کنترل آنان افراد همدیگر را باز می‌یابند و قدرت جامعه مدنی هم افزا شده و وسعت غیر قابل مهار و کنترلی می‌یابند که نظام را از کنترل آن عاجز می‌نماید. این عدم اعتماد به هم در سطح مدنی، در سطح سیاسی نیز به صورت عدم اعتماد به اپوزیسیون نظام خود را می نمایاند و این همان چیزی است که این نظام بزرگترین پروژه سیاسی تفرق افکنانه خود را در دامن زدن به آن تعریف کرده و از همان ابتدا با تبلیغ اغراق‌آمیز خصوصیات منفی و نقاط ضعفی که در اپوزیسیون ایرانی وجود دارد و با بزرگ نمایی و شایع پراکنی و تبلیغات منفی، جنجال و اتهامات ساختگی میکوشد این عدم اعتماد مزمن را عمیق‌تر نماید و در این کار خود نیز بسیار موفق بوده. در کنار این کار نظام سعی کرده با تعمیق شکاف گسل‌های موجود و بازی با طرفین گسل‌ها آنها را در مقابل هم قرار دهد تا از یک سو تفرقه انداخته و حکومت کند و از سوی دیگر آنها را به جای مقابله با خود به جان هم بیاندازد. پس به ناچار این وظیفه که هر حکومت معمولی به عهده دارد تا
گسل‌های عمیق اجتماعی را کاهش دهد و ترمیم نماید و به ایجاد و تقویت حس همبستگی کمک نموده و اعتماد اجتماعی افراد به همدیگر را بیافزاید. چون حاکمیت موجود در جهت عکس این وظیفه عمل می‌کند، همه را به جان هم می‌اندازد. به ناچار این وظیفه به هموطنان آگاهی منتقل می‌شود که تا جایی که در حضور چنین نظام و فاسد مستبدی ممکن است، راه حل‌هایی در جهت حل معضلات گفته شده پیدا کرده و آنها را به صورت پروژه‌ای عملی درآورند تا گذار از این نظام به یک دموکراسی سکولار امکان بیشتری بیابد.